سلام، به دیمو دریمز خوش اومدید. تا حالا شده فکر کنید انسان‌ها در آینده چه شکلی خواهند بود؟ طبق نظریه تکامل ما مسیر طولانی طی کردیم تا به اینجا رسیدیم و میدونیم که همه موجودات با گذشت زمان تکامل یافته و تغییرات ظاهری زیادی داشتن. انسان هم از این موضوع مستثنا نیست. اما حالا که به اینجا رسیدیم، آیا قراره به همین شکل باقی بمونیم؟ دانشمندان و علاقمندان زیادی این موضوع رو بررسی کردند و نظریه‌های متفاوتی رو در رابطه با ظاهر انسان‌ها در آینده بیان کردند. ما در این ویدیو قصد داریم چند نمونه از این تئوری‌ها رو بررسی کنیم. تئوری اول. یک طراح دیجیتال با کمک چند متخصص ژنتیک دست به کار شدند تا چهره آینده بشر رو رسم کنند. آنها معتقدند که در آینده انسان چشم‌های بزرگتری خواهد داشت، چرا که به سیارات دیگری مهاجرت می‌کنند که از خورشید دورتر هستند و نور کمتری دریافت می‌کنند و همچنین یک لنز هوشمند درون چشم‌ها قرار می‌گیرد که متصل به اینترنت است. در 2000 سال آینده سر انسان بزرگتر شده و بیشترین رشد در پیشانی خواهد بود. پوست انسان تیره تر خواهد شد تا در مقابل اشعه های دریافتی مقاومت بیشتری داشته باشد. چهره انسان تقریبا مثل تصویر خواهد بود. تئوری دوم. در این تئوری گفته شده که انسان با گذشت زمان تا اندازه شبیه به پرندگان خواهد شد و جای دندان منقار خواهد داشت، به این دلیل که منقار قوی تر و کاربردی تر بوده و برخلاف دندان ها پوسیده نشده و جدا نمی شود. انسان ها به شکل خارق‌العاده‌ای با تغییرات شرایط کره زمین سازگار خواهند شد و ممکن است دارای انگشتان پره‌ای شوند. تئوری سوم مربوط به این موضوع است که چگونه فناوری میتواند بدن انسان را تغییر دهد. یک شرکت بر اساس برخی از این پیشبینی های علمی یک مدل سه‌بعدی از یک انسان آینده ایجاد کرده که نتیجه تا حدی هم ترسناک است. این تئوری بیان میکند عضلات گردن انسان‌ها برای محدود کردن آسیب‌های ناشی از وضعیت بدنی نامناسب به دلیل استفاده از مانیتور و گوشی‌های هوشمند رشد کرده و ستون مهره‌ها شکل خمیده و متفاوتی به خود می‌گیرند. جمجمه برای محافظت از مغز در برابر تشعشعات و فرکانس‌های رادیویی ضخیم‌تر می‌شود. تغییراتی در اسکلت پنجه انسان اتفاق خواهد افتاد. همچنین تغییراتی در چشم‌ها. چشم‌ها ممکن است برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض نور بیش از حد، پلک داخلی بزرگتری ایجاد کنند. یا عدسی چشم ممکن است تکامل پیدا کند به طوری که نور آبی اضافی را مسدود کند. و در کل این تئوری تأثیرات مخرب تکنولوژی بر تکامل انسان را بررسی می‌کند. خیلی ها این تئوری های تکاملی را دور از ذهن و غیر ممکن می دانند. با این حال این نظریات طراحی و مطرح شدند. بنابراین اکنون ما نمی توانیم با اطمینان این تئوری ها را تایید یا رد کنیم و تنها آیندگان ما می توانند از نزدیک شاهد این تغییرات باشند. خب دوستان، ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه.
خیلی ممنونم. تا بعد، فعلا.